قدمت آثار این مجموعه که به گنجینه ولف معروفند به قرون وسطا می رسد و ارزش آن در حدود 226 میلیون دلار برآورد شده. چندی پیش ورثه دلالان یهودی آثار هنری از دولت و موزه‌ای در آلمان به یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت بردند و خواستار استرداد مجموعه شدند. نیکولاس اودانل، یکی از وکلای وارثان این مجموعه میگوید شاکیان مدعی‌اند که اجدادشان به زور وادار به فروش این مجموعه به آلمان هیتلری شده اند. موکل‌های من وارث کنسرسیومی هستند که در سال 1935 صاحب این مجموعه بود. اونها شکایتشون رو به یک دادگاه آمریکا بردن چون نتونستن با بنیاد میراث فرهنگی ایالت پروس که مالک فعلی این مجموعه است به توافق برسن. موکلان من از دادگاه آمریکا خواستن که اعلام کنه اونها مالک گنجینه ولف هستند. در شکایت از دادگاه فدرال شهر واشنگتن خواسته شده که دو وارث کنسرسیوم را که یکی آمریکایی و دیگری بریتانیایی است مالک این مجموعه اعلام کند. اما بنیاد میراث فرهنگی پروس گفته مجموعه داران به فروش این آثار به موزه مجبور نشدند و مجموعه در زمان فروش در خارج از آلمان بود. موکل‌های من احساس می‌کنن و ما هم باهاشون موافقیم که دادگاه‌های فدرال آمریکا برای تشخیص حق مالکیت مناسب‌تر از همه هستند. دادگاه‌های آمریکا سابقه طولانی در زمینه بررسی ادعای استرداد دارند. گنجینه ولف در طول قرن‌ها توسط کلیسای جامعه برانشویک گردآوری شده و حاوی آثاری از طلا، نقره و سنگ‌های گرانبهاست که در طول قرون وسطا ساخته شده و قدمت بعضی از آنها به 800 سال می‌رسد. دهیم بهزادی، صدای آمریکا.